أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصطابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دوازدهمین فصل از فصول پونزدهگانه که ذیل این آیه کریم مطرح است در تبیین معنای مرابطه و مانند آن این است که با گذشت فصول قبلی معلوم شد که نظام اسلامی یه نظام حکومتی است. عمده این است که مسئول این نظام کیست، چه کسی متولی تنظیم جامعه انسانی و اسلامی است. چند دلیل بر خصوصیت‌های شخص والی میتوان اقامه کرد که یکی از بهترین و مهمترین دلیل بررسی متن قوانین الهی است. مسئول هر بخشی باید این دو روش را دارا باشد، یکی اینکه در اون بخش کارشناس علمی خوبی باشد، دوم اینکه امین اون بخش در اجرا باشد. اگر یه مؤسسه فرهنگی است، کسی عهده‌دار اون مؤسسه است که هم در اون معارف فرهنگی خبیر و کارشناس باشد، هم در اجرای دستورات فرهنگی اون بخش امین و عادل باشد. و اگر چونچه اون مؤسسه نظامی بود، کسی مسئول اون واحد است که هم کارشناس نظامی باشد، مسائل دفاعی و جنگ و دفاع را خوب بداند و هم امین و عادل و موثق در این کار باشد و همچنین سایر رشته ها. و اگر نظامی همه این بخش ها را جامع بود، یعنی هم برنامه های اعتقادی داشت که مسائل عقلی برمیگردد، هم مسائل اخلاقی داشت، هم مسائل عبادی و فردی داشت، هم مسائل جمعی داشت، هم برای رعایت اوامر و مقررات پاداش معین کرد، هم برای تعدی از اوامر و مقررات و ارتکاب مناهی کیفر معین کرد و مانند آن. کسی عهده‌دار این نظام است که در همه این بخش ها عالم و امین باشد. در این اصول سخنی نیست. وقتی انسان اسلام را بررسی میکند، باید قرآن و سنت معصومین علیهم السلام را خوب بررسی کنند. قرآن کریم و سنت و سیره معصومین علیهم السلام هم مسائل اعتقادی را به همراه دارد، هم مسائل اخلاقی را دارد، هم مسائل عبادی و احکام فردی را دارد، هم مسائلی که مربوط به سیاست ها یک نظام است که اگر کسی تعدی کرد فرون حد را جاری کنید و اگر کسی تخلف کرد فرون کیفر را روا بدارید و اگر بیگانگان تهاجم کردن شما این چنین آماده باشید و مانند آن. یک نظامی است کامل، یعنی چیزی را فروگذار نکرده است، نه نظیر نظام‌های مادی محض است که فقط جنبه‌های سیاسی سرد را بگیرد، نه نظیر رهبانیت و دیرنشینی صومعه نشینان است که بگوید ما تنها باید به سر ببریم، کاری با جمع نداریم. و نمیتوان گفت همه این احکام و قوانین را به دست تک تک مردم سپرده است بدون تعیین زمامدار. این چنین نیست. قهرن بررسی خود این متن دین نشون میدهد که یک مسئولی لازم است. این مسئول به نام ولی مسلمی هم کارشناس در مسائل علمی باشد،
و هم امین و موثق و عادل در اجرا باشه. اگر چون که قرآن مسئله عقیم و صلا را دارد، کتب علیکم و سیام را دارد، دستورات اخلاقی می دهد، لایق تب بعض و کن بعضا، نهی از کذب و خیانت دارد، دستورات سیاسی هم دارد که از سارق و سارق فقط و عیدیه هما، یا از زانیت و زانی فید و کل واحد من هما، یا وعید لهم مستطعتم من قوه، یا ول یجد و فیکم غلزه، یا اشد و ارال کفار. همه این دستورات رو که بررسی میکنیم ملاحظه میفرمایید که هم مسئله مبدع و معاد و وحی و رسالت به عنوان مسائل اعتقادی در دین آمده، هم پرهیز از رذایل اخلاقی و تحصیل فضائل اخلاقی به عنوان صدق و کذب، حسن و قبیح، زشت و امثال ذالک آمده، هم دستورات عبادی و فردی آمده، هم مسائل حدود و قصاص و دیات و جنگ و دفاع و امثال ذالک آمده. خب گذشته از اینکه برای انسان یه سیر ابدی قائل است و مسئله قیامت است و بهشت و جهنم امثال ذالک، این مجموعه باید اجرا بشود و اجرای این هم مسئول طلب میکنه. مسئولش هم باید در این مسائل کارشناس علمی باشد و هم امین. اینها نتیجه بررسی های اولی است. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله یک بحث است، بعد از ارتحال اون حضرت علیه و آله السلام و السلام یه بحث است، به زمان غیبت کبرا هم یه بحث است. بحث در مقطع اول و مقطع دوم به نحو اجمال اشاره میشه و بحث در مقطع سوم به نحو تقریبا تفصیلی. در زمان ظهور وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خداوند همون طوری که همه این احکام و مقررات را واجب کرده است، مسئول اجرای این احکام و قوانین را هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار داد. مسئله اطیع الله و اطیع رسول که در سوره تغابن هست شاهد بر این مطلب است. به وجود مبارک پیغمبر خطاب کرد، فرمود ما این احکام را نازل کردیم، لتحکم بین الناس بما اراک الله، یعنی برابر با وحی در بین مردم حکم باشی و بین مردم حکومت کنی و حاکم بر مردم باشی. لتحکم بین الناس بما اراک الله، به مردمم فرمود ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، یعنی هیچ مرد با ایمان و هیچ زن با ایمانی در برابر حکم و قضای پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق اختیار انتخاب ندارد. در موقع تزاحم و جنگ و امثال ذالک، در هنگام تزاحم مالی یا نفسی، فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم، یعنی اگر امر دائر بشود بین حفظ خودمون و حفظ پیامبر، حفظ پیامبر واجب است، و اگر امر دائر بشود که پیامبر در کار ما نفوذ بیشتری داشته باشد یا خودمون در باره خودمون نفوذ پیامبر در کار ما بیش از نفوذ خود ماست در کارهای ما، که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، هر کسی در جان خود و در زندگی خود یه استقلالی دارد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جان و مال اشخاص از خود اشخاص نافذ الکلمه تر است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و اگر در مسئله جنگ و مانند آن حفظ نفس واجب بود، حفظ پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حفظ خود شخص واجب تر است. یعنی گرچه هر مسلمانی، هر بالغ و عاقل و مکلفی باید خود را حفظ بکند، ولی اگر امر دائر بشود که خود را حفظ بکند یا پیغمبر را، حفظ پیغمبر واجب تر است. لذا در بخش دیگر قرآن فرمود ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب
ان یتخلف و عن رسول الله ولا یرغبوا به انفسهم عن نفسه، که این ظاهرن در سوره توبه است. خب هم عقد سلبی قضیه را بیان فرمود، هم عقد اثباتی را. هم فرمود که پیامبر اولای از جان مؤمنین است، هم به مؤمنین فرمود شما در هنگام خطر حق ندارید پیغمبر را رها کنید، به فکر خودتون باشید. اگر خواستید حفظ بکنید، حفظ پیغمبر واجب تر از حفظ خود شماست. ما کانت لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، یعنی رغبت حفظ خودشون اونها را از حفظ پیغمبر باز دارد. یه همچه حقی کسی ندارد. خب در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همونطوری که سیره حضرت این بود که حکومت مسلمین و ولایت مسلمین را به عهده داشت، قرآن کریم هم این سیره را تنظیم کرد، تأسیس کرد، مردم را وادار کرد به این که از حکومت او پیروی کنند. و در مسائل علمی و عملی در هر دو بخش به مسلمین فرمود به این که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. درباره احکام و مقررات هر دو، هر چه او دستور داد یا هر چه او از طرف ما نقل کرد شما اطاعت کنید، هر چه او شما را از اون نهی کرد شما منتهی بشوید. پس بررسی سیره و سنت خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بررسی این آیات حکومتی نشون میدهد که اجرای احکام و قوانین نظام اسلامی از مسائل اعتقادی تا مسائل دفاعی به عهده خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. از اینجا چند مطلب به دست میاد. وقتی که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوب روشن شد، اونگاه مسئله خلافت به امامت بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مسئله حکومت در زمان غیبت هم مشخص می شود. نظام نشون می دهد که جز حق و عدل چیزی حاکم نیست. هیچ کسی بر کسی دیگر سلطه ای ندارد. هیچ امتیازی هم بین افراد نیست. نه تبعیض نژادی مطرح است، نه تبعیض قومی مطرح است، نه زبان و زمان مطرح است. هیچی مایه امتیاز نیست. اگر چیزی مایه امتیاز نبود مگر تقوا، که اون هم عند الله است و تقوا نه تنها امتیاز طلب نیست بلکه تواضع آور است، اونگاه خود این نظام معلوم می شود که نه نظیر نظام های شرقی است نه نظیر نظام های غربی. اصل این نظام که شناخته بشود، هم رهبری نظام شناخته می شود، هم مسئولین نظام شناخته می شود، هم قوانین نظام شناخته می شود، هم مردم این نظام شناخته می شود. اصل نظام را که نبوت هم در این نظام است، امامت هم در این نظام است، ولایت هم در این نظام است، وظیفه مردمی مردم هم در این نظام است، اصل این نظام را ذات اقدس اله بر اساس توحید تنظیم کرده است. یعنی خالق جهان و انسان خداست و انسان فقط باید از خدا اطاعت کند و اطاعت خدا هم در بخشای اعتقادی و اخلاقی و اعمال عبادی و در احکام حکومتی تا آخرش خلاصه خواهد شد و هیچ کسی در این مجموعه جز ذات اقدس اله معبود نیست و صاحب نفوذ نیست. در این مجموعه هیچ فرقی هم بین پیغمبر صلی الله علیه وسلم و دیگران نیست. انبیا و اممشون در این مجموعه یکسانند. یعنی اگر ذات اقدس اله چیزی را بر پیغمبران واجب شد، بر پیغمبران واجب شد. و اگر معیار فضیلت را تقوا دانست، معیار فضیلت پیغمبر هم همون تقوای اوست، نه چیزی دیگر. لذا وجود اون بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق آیات فراوانی این مضمون را دارد که اینی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عدی،
این حرف بسیاری از انبیاست. نوح این حرف رو زده، سایر انبیا این حرف زدن، تا رسید به اون چه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سوره مبارکه انعام این حرف زده. نوع انبیا گفتن به این که ما از خدا میترسیم، ما اگر معصیت بکنیم از عذاب یوم علیم میترسیم. پس در مجموعه این نظام که انبیا و ائمه و اولیا و صلحا و صدیقین و شهدا و صالحین همه تو این مجموعه هستن، هیچ امتیازی برای کسی نیست، همه در برابر قانون مساوی هستن. قانون هر کسی برابر با خود اوست، ولی همه در برابر قانون مساوی هستن. قانون زن و مرد دو تاست، برای اینکه اینا دو سنف از انسان هستن. قانون جاهل و عالم دو تاست، گرچه باید او یاد بگیرد ولی قانونشون دو تاست. اگه کسی جهل قصوری داشت یه حکم دارد، و اگه عالم بود حکم دیگر دارد به مانند آن، ولی همه در برابر قانون مساویان. این دو اصل کاملا از هم جداست. یکی این که قانونها فرق می کند. قانون کسی که وضع مالیش خوب است باید زکات بدهد، باید خمس بدهد، باید مالیات بدهد. قانون کسی که وضع مالیش خوب نیست نباید زکات بدهد، نباید مالیات بدهد، نباید خمس بدهد. قانونها فرق میکنند، اما روی عناوین است نه روی اشخاص. قانون کسی که وضع بدنش خوب است باید جهاد برود دفاع بکند. قانون کسی که اعرج و اعماست جهاد نیست مانند آن، دفاع حکم دیگری دارد. لیس علی الاعمى حرج. قانونها فرق میکنند، اما همه در برابر قانون یکسانند. هر کس در برابر قانون خود مسئول است. هر کسی یه حکمی داشت، پیرمرد بود، حکم او خاص است. و علی الذین یطیقونه فدیه کذا، یعنی اون زن سالمند و مرد سالمند که از روزه گرفتن در زحمت میافتند، اینا کفاره میدهند. قانون اونها این است. قانون انسان جوان سالم همون کتب علیکم الصیام است. قانونها برابر با عناوین فرق میکند، که ممکن است یه وقت همین شخص سالم بشه مریض و همون شخص مریض بشه سالم. قانونها فرق میکند، ولی افراد در برابر قانون یکسانن. خب در این مجموعه هیچ امتیازی برای هیچ کس نیست. و بیانی هم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به عنوان یک اصل حاکم بر همه اطلاقات و عمومات و سنت ها و سیرهایی است که ممکن است اطلاق داشته باشد. و این است لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. هرگز نمی شود کسی بگوید من مأمورم و المأمور معذور. هرگز نمی شود شخصی را اطاعت کرد در مقابل خدا را معصیت کرد. نه پدر و مادر را، نه ولی مسلمین را، نه امام مسلمین را، نه رسول مسلمین را. هرگز نمی شود اطاعت خلق بر اطاعت خالق مقدم باشد. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این از اون اصول کلی است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرد. خب بررسی این نظام نشون می دهد که معنای نشرقی نغربی یعنی نظام ما غیر الهی نیست. اونگاه از مسئولین بالا گرفته تا قوانین و تا مجریان قوانین و تا توده مردم، همه اینها در یه نظام الهی زندگی میکنن که الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. این حد میانگی نیست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با سایر موحدان و اهل کتاب در میان گذاشت. اگر مجموعه این نظام بر اساس علم و عدل است، قهرن کسی عهده‌دار این نظام است که عالم به این نظام باشد و مجری عادل باشد. پس آیاتی که در سوره تغابن بود، در سوره احزاب هست، مثل النبی اولا بالمؤمنین،
و همچنین در سوره احزاب است که ما کان المؤمنین بلا مؤمنت ازا قضا الله و رسول و امر ان یکون لهم خیره، یا آیه 105 سوره نساء که فرمود تحکم بین الناس به ما اراک الله، نشون میدهد که اولین شخص برای اداره نظام اسلامی هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این یک بحث اجمالی درباره بخش اول که مسئله رسالت است. بحث اجمالی در بخش دوم این است که همین نظام با همین مقررات در زمان ارتحال وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، همون نظام با همه خصوصیات بعد از ارتحال پیغمبر هست. بهرن کسی باید عهده‌دار این نظام باشد که تالی تل به پیغمبر باشد و اون امام معصوم علیه السلام است بالاصاله. این روایت بسیار مفصل و شریفی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب کافی به عنوان بابون جامع فی فضائل الامام نقل کرده است، یه روایت خوبی است. وقتی که امام هشتم سلام الله علیه به خراسان تشریف بردن، مردم در مسجد جامع مرو اجتماع کردند که امامت انتخابی است یا انتصابی؟ آیا مردم باید امام تعیین کنند یا امام را باید خدا تعیین کند؟ این مسئله روز بود. وقتی که امام هشتم سلام الله علیه گزارش گزارشگر را شنید که مردم در مسجد جامع مرو جمع شدند و در این زمینه بحث میکنند که امامت انتصابی است یا انتخابی، آیا باید مردم امام تعیین کنند که بشود وکالت امام، یا مردم امام منصوب را به رسمیت بشناسند که بشود ولایت امام؟ این مسئله روز است در خراسان. اونگاه وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه یه بحث مبسوطی درباره امامت دارم که امامت چه مقامی است و امام کیست. در اونجا امامت را به عظمت ستود و امام واحد و دهره لا یدانی احد ولا له بدل ولا مثل ولا نظیر که بحث مبسوطی کردن، بعد همون بیانی که تو نهج البلاغه هست که امامت نظام امت و ملت هست، همون بیانی که در خطبه حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه هست که امامت نظام امت و ملت هست که به وسیله امامت جامعه شکل می گیرد، منتظم می شود، امت اسلامی منتظم می شود و نظم حاصل می شود، همون بیانات در سخنان امام هشتم سلام الله علیه هم هست. بعد این که امامت را معرفی کرد که مایه نظم امت است و امام واحد دهر است، فرید و دهر است، معادل ندارد، مثیل و بدیل و نظیر ندارد، اونگاه نتیجه گیری کردن همودن به هوه بهیس و نجم من این متناولین اینال اغول و من هازا و اینال اختیار و من هازا. اگر امامت مقامیست اون چنون رفیع و امام شخصیست اون چنون منی، پس افراد عادی امام شناس نیستن، امامت شناس نیستن. دست افراد عادی هرگز به مقام امامت نمی رسد، همون طوری که دست افراد عادی به ستاره های آسمان نمی رسد. و هوه یعنی اون امام به حیثو در جاییست که ان نجمو من عید المتناولین، یعنی همون طوری که ستاره از دسترس کسی که بخواهد دست درازی کند خیلی دور است، مقام شامخ امامت و امام هم این چنین است، هرگز به دست دیگران نمی رسد که اونها بشن امام یا اونها امام تعیین کنند. و هوه به حیث چقدر از عقلها دور است؟ ان نجمو من عید المتناولین، همون طوری که ستاره از دستان کسی که بخواهن تناول کنن و نائل بشون خیلی فاصله دارد، مقام شامخ امامت به شخص امام علیه السلام از دسترس فهم افراد عادی اینقدر دور است. بعد نتیجه که گرفته این است که عین العقول من هازا و عین الاختیار من هازا، کجا توده مردی توانن امام شناس باشن و کجا می توانن امام را اختیار کنن و انتخاب بکنن. قهرن مسئله امامت می شود مسئله ولایت نه مسئله وکالت.
امام مسلمین وکیل مسلمین نیست، ولی مسلمین است. فرق ولایت و وکالت آن است که در وکالت حق اولا و بالاصال مال موکل است. موکل چه میخواهد این کار را انجام بدهد، میبیند فرصت ندارد، برای او مشکلاتی هست یا علل و عوامل دیگری در کار هست، این کار را به وکیل واگذار میکند. اونگاه سعه قدرت وکیل به اندازه مقداریست که موکل به او تفویض کرده است. حق بالاصال مال شخص است، به نمایندش واگذار میکند، توکیل میکند، او میشود وکیل. آیا حق حکومت اسلامی، حق احیای عقاید و اخلاق و احکام و عبادات و اجرای حدود مال فرد است که فرد یا جمع این احیای حق را به شخصی واگذار کنند، بگویند شما از طرف ما نظام اسلامی را تأسیس بکن تا بشود وکالت امام، یا نه عقاید مال کسی نیست، تا یه روزی بخوان باشه یه روزی نخوان باشه، احکام و عبادات و اخلاق مال کسی نیست، تا یه روز بخوان باشه یه روز نخوان باشه، حدود و سیاسات و دیات و جهاد و دفاع حق کسی نیست، تا یه روز بخوان باشه یه روز نخوان باشه. مردم مکلفند نه مختار. یه وقت کسی میخواهد خانهی بسازد، یا یه وقت کسی میخواهد کوچه ها و خیابون ها و بیابون هایی که با هم دارن زندگی میکنن این را کارشناسانه تنظیم بکنن که خیابانشون، بیابانشون، کوی و برزنشون، نقشه شهرشون حساب شده باشد. این یه حق مسلمیست مال خود مردم. هزار نفر جمع شدن، اینجا خونه دارن، ملک دارن، آب دارن، زندگی دارن، برای اینکه این شهرشون یا روستاشون سازماندهی خوبی داشته باشه یک کارشناسی رو وکیل میکنن، میگن تو بیا این وضع شهر ما رو تنظیم بکن. اینجا جای وکالت است. ولی اگر خواستن درباره عقاید تصمیم بگیرن، خواستن درباره اخلاق تصمیم بگیرن، خواستن درباره احکام و حدود و دیات و سیاست و دفاع تصمیم بگیرن، مگر اینها مال شخص است؟ مگر حفظ اینها مال شخص است که جامعه مثل مال یه روز بخواد اینا رو حفظ بکنه یه روز نخواد حفظ بکنه؟ مگر عقیده مثل خانه است یا عبادات و احکام مثل فرش و زمین است که مال مردم باشه؟ مردم موظفند که این نظام اسلامی را از عقاید گرفته تا حدود و دیات و جهاد و دفاع این رو حفظ بکنند. پس حق مردم نیست، مردم محکومند نزی حق. مردم مسئولند نزی حق که سلطه داشته باشند. اگر حق مردم نیست می شود حق الله. اگر مردم چیزی را حق نداشتن، نمی توانن مباشرتن اونها را اجرا کنن، نمی توانن تسبیبن، مال اونها نیست. مردم در باره خانهشون، باغشون هر تصمیم میخوان بگیرن آزادن. به یک کسی میگن تو از طرف ما وکیل نقشه بکش که ما این باغ را چگونه کشاورزی کنیم، اون خونه را چگونه بسازیم. اما دین مال مردم نیست. تا مردم به یک شخصی بگوین تو حافظ دین ما باش، عقاید ما باش، مردم مسئولن باید این عقاید را بپذیرن، احکام عبادات را بپذیرن، حدود و دیات را بپذیرن. قهرن این دین از اول تا آخر، از آخر تا اول می شود حق الله، خود دین. وقتی حق الله شد او باید تعیین کند که کی اجرا کند، نه مردم. نظام های دیگر نظامی است که اون چه در جامعه می گذرد اون رو حق شخصی خودشون می دونن.
مثلا به عنوان نمونه در تعدی به نوامیس و حد ارث، اگر چون که کسی به ناموس دیگری تجاوز کرد، اون چه که در جامعه غرب و مانند اون میگذرد این است که اینا ارث زن را یا حق مسلم خود زن میدانن یا حق مشترک زن و شوهر میدانن. لذا اگر اینها به محکمه قضایی شکایت کردن، همین آسیب دیدگان، بعد خود زن به تنهایی یا زن و مرد با هم توافق کردن رضایت دادن، پرونده مختوم می شود. ولی آیا در نظام اسلامی این چنین است که اگر کسی به حیثیت زن تعدی کرده است، با رضایت زن هم حل بشود یا با رضایت شوهر حل بشود یا زن را هم تنبیه می کند؟ حیثیت زن و ناموس زن حق الله است، یعنی جز احکام خدا است. حق کسی نیست تا زن راضی بشود و اون شخص زانی تبرئه بشود، این چنین نیست. مسئله از زانیت و زانیه فجلدو نظیر از سارق و سارقه نیست که مال باخته اگر رضایت بدهد مشکل حل بشود. خیلی از عناوین است که به صورت صریح روشن شده است که اینها حق الله است، حکم خداست، نه حق الناس. مجموعه دین حق خداست نه حق مردم. وقتی حق مردم نشود، مردم در سلب و اثبات آزاد نیستند، باید این را بپذیرند چون بنده خدا. نمیتوانند بگویند ما نمیخواهیم این قانون جاری بشه یا کمی از این قانون جاری بشه. اصلا در اجرای قانون مردم ذی‌حق نیستند تا حق خودشون رو واگذار کنند به یک شخصی که اون شخص بشود وکیل الامه و مردم بشوند موکل او. این چنین نیست. وقتی حق مال مردم نبود، نه تسبیباً نه مباشرتاً هیچ گونه حق اجرا ندارند، یعنی از سارق و سارقه نه مال شخص است تنهایی، نه مال جمعی است، نه مال مجموع، نه تک تک اینها میتوانند از سارق از زانیه این حدود را اجرا کنند، نه مال جمعی اینهاست. این می شود حق الله. وقتی حق الله شد، کسی را که از طرف خدا منصوب می شود، او باید این نظام را تأسیس کند و حدود و قوانین را اجرا کند. وقتی او عهده‌دار حفظ حدود و اجرای قوانین شد، او می شود ولی الامه نه وکیل الامه. حق از طرف مردم به او واگذار نشد که او وکالت از طرف مردم داشته باشد، نائب امت باشد. او از طرف ذات اقدس اله سمت یافت، قهرن مردم تحت ولایت اویند، نه او تحت وکالت و توکیل مردم باشد. و چون در خود این نظام بررسی شد که هیچ فرق بین آحاد این نظام نیست، اون کس هم که بعد از ارتحال نبی اکرم یا در زمان غیبت عهده‌دار این مسئولیت هست، اون شخص او حکومت نمی کند، بلکه شخصیت حقوقی او حکومت می کند، نه شخص او. به تعبیر دیگر، اون چه که بخش سوم بحث برمی گردد، یعنی زمان غیبت، فقیه حکومت نمی کند، عادل حکومت نمی کند، فقاهت و عدالت هن که حکومت می کند. نشانش این است که در هیچ حکمی او مزیتی ندارد. مثلا اگر فقیه مرجع تقلیدم بود مثل امام رضوان علیه، هر فتوایی که می داد، اون فتوا همون طوری که بر مردم حجت بود، بر خودشم حجت بود عندالله. این مال فتوای او. هر حکم ولایی که صادر می کرد، همون طوری که اطاعت اون حکم ولایی بر مردم واجب بود، بر خودشم واجب بود. نقض اون حکم بر دیگران حرام بود، بر خودشم حرام بود. این بیان بسیار لطیف را مرحوم صاحب جواهر دارد در همون جریان مقبول عمر ابن حنظله،
که الراد علیه راد علینا، می فرماد از اطلاق حرمت رد استفاده می شود که رد حکم والی حرام است حتی بر خود والی، نقض حکم قاضی حرام است حتی بر خود قاضی. این چنین نیست که شخص حکومت کند و شخص از قانون مستثنا باشد. در حقیقت فقاهت حکومت می کند نه فقیه. این فقیه اگر فتوا داد عمل به این فتوا واجب است بر همه حتی بر خودش، و اگر حکمی صادر کرده است عمل به این حکم واجب و نقض این حکم حرام حتی نسبت به خودش. لذا امام هشتم سلام الله علیه فرمود عین العقول من هذا و عین الاختیار من هذا. در بخش دوم که مسئله امامت است، اونجا که حکم روشن شد، حالا میرسیم به مرحله سوم که خطوط کلی مرحله سوم همین هاست که عرض شد. اون چی که در مرحله سوم مطرح است این است که اگر احکام اسلام که در صدر اسلام بود با همه خصوصیت ها باقی است، بدون اینکه چیزی نقض شده باشد الی یوم القیامه میماند، این چنین نیست که حدودش نباشد، دیاتش نباشد، قصاصش نباشد، جهاد دفاعش نباشد، فقط احکام و عبادات فردیش باشد، این طور نیست، بلکه همه احکام باید اجرا بشود. و ظهور ولی از ارباحنا فدا هم همون طوری که تا کنون از هزار سال گذشت، گرچه هر لحظه جوامع منتظر ظهور اون حضرت هم، ولی شاید طول بکشد، قضا و قدر الهی قابل پیشبینی نیست. از این طرف هم ما موظفیم هر لحظه دعای فرج را در ذهن داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم و برای سلامت و ظهور و حضرت دعا کنیم. از اون طرف هم ممکن است سالیان متمادی طول بکشد، چون که الان بیش از هزار سال است. بنابراین نمی شود گفت که این احکام در زمان غیبت فراموش شده است، و نمی شود گفت که این احکام جاری هست ولی مردم مختارن، هر کسی خواست جاری و اجرا بکند. این میشه همون هرج و مرج. مخصوصا مسئله دفاع که اسلام از هر نظر مورد تهاجم بیگانگان است، اعدو لهم ما استطعتم من قوه، در اختیار هر کسی نی. قهرن چون همه این احکام و قوانین باقی است و همه اینها حق الله هست نه حق الناس و بایدم اجرا بشود، باید کسی را دین پیشبینی کرده باشد و به او سمت داده باشد که او این مسائل را خوب درک کند و عهده‌دار حفظ مسائل باشد، امین الله باشد، امانت دار خدا. مهمترین امانت همون دین است که از او به عنوان انا عرضنا الامانت علی السماوات یاد شده است. به بهترین امانت بعد از دین خود امت اسلامی هست. حفظ امت اسلامی به عنوان حفظ امانت است. لذا موسی کریم سلام الله علیه وقتی با فرعون به سخن نشست، فرمود من آمدم به تو بگویم انا عدو الی عباد الله، بندگان خدا را نسبت به من ادا کن، تعدیه کن، یعنی مردم امانت الله هم. حفظ جامعه انسانی و اسلامی این امانت خداست، این امانت را به من امین بده. این که انبیا می فرمودن رسول امینون، یعنی من هم امین وحیم که اون چرا شنیدم به شما می رسان، هم امین احکامم در اجرا، هم امین شمایم، شما امانت خدایی. مگر هیچ کسی حق دارد که خودش تباه کند؟ همونطوری که فرد حق ندارد جامعه هم ندارد. الحمدلله.